توی این ویدیو میخوایم فیفا 24 رو زودتر بازی کنیم. پس همه نقل و انتقالات فصل 2024 رو توی بازی انجام دادیم و بازیکنهای بزرگ رو مثل سادیو مانه، کانته، کریم بنزما، کریستیانو رونالدو، مسی، سرجیو بوسکتس، کولیبالی، مندی، فرمینو و جوردی آلبا رو از تیمشون حذف کردیم. و از اون طرف جود بلینگام، کای هاورتس، دکلن رایس، میسون ماونت، اونانا و همه خریدهای بزرگ رو توی تیمشون آوردیم. پس وارد چمپیونز لیگ شدیم و گروه بندی رو مثل سال پیش انجام دادیم. و حالا چه کسی قهرمان چمپیونز لیگ فیفا 24 میشه؟ اولین بازی ناپولی با رنجر. بله، ترکیب ناپولی رو مشاهده می‌کنید که متأسفانه توی خط دفاعی کولیبالی رو از دست داده و هیچ کس توی دفاع نداره به اندازه کولیبالی و 76 قرار گرفته. بازی رو رد می‌کنه و در اولین بازی ناپولی 2-1 برد. اوسیمن و کوارتینچیا ورات خیلی گل زدن و اون طرفم اون طرف مهم نیست. توی گروه سی اینتر باید اولین بازیشو انجام میداد. اما متأسفانه اینتر لوکاکو رو از دست داده، اما تورام وارد تیم شده. 3-1 میبره. دو تا لاوتارو و یک هم میختاریان. بازی بعدی گروه ای که بدون فرمینو و لیورپول مقابل آژاکس قرار میگرفت. لیورپول فرمینو رو از دست داده و نوک فرمینو نیست، اما از این طرف مک آلیسر به تیمش اضافه شده و جای آرتور ملو رو میگیره. 1-1 کردین. صلاح برای لیورپول گل به ثمر رسوند. شاید فروختن فرمینو و رفتنش کار درستی نبوده. حالا توی بازی بعدی نماینده ایران یعنی مهدی طارمی مقابل اتلتیکو بعد بازی میکرد. پورتو بازیکن قدری نخریده بود، اما واسه اتلتیکو آسپلیکوتا نفای راست رو به خود اختصاص میده. بازی رو رد کردیم و 2-1 اتلتیکو میبره. گریزمان و لمار برای اتلتیکو گلزنی میکنن. میریم سراغ اسپورتینگ مقابل المپیک لیون. المپیک لیون نیست، داشت المپیک مارسیه. واسه اسپورتینگ یادمه که اون موقعی که داشتم نقل و انتقالات رو انجام میدادم یکی از بهترین بازیکناش رو از دست داده بود، اما الان یادم نمیاد کدوم بازیکن بود. بازی رو رد کردیم و 1-0 باختش اسپورتینگ. الکسیس گل به ثمر رسوند. حالا نوبت تاتنهام میرسیده بود که کولوسفسکی رو به تیم برگردونده بود و مدیسن رو برای تیم خریده بود. اصلا سون گذاشتیم تو 2-1 باختش. فقط سون گل زد واسه تاتنهام. اگه میشه. و اما میرسیم سراغ حساس ترین بازی، بایر مونیخ و بارسا. بایر مونیخی که مانه رو از دست داده بود، اما از اون طرف کیم مینجا رو برای دفاع خریده بود و بارسلونا که گوندوگان رو به جای کسی به ترکیب اضافه کرد و بوسکتس و جوردی آلبا رو از دست داده بود. اما در کنارش مارتینز هم خریدن، چون نمیدونم کجا به درد میخوره میارم تو تعویضی. تو رو خدا بارسا ببره دیگه، خدا شاهده. بابا بازم نزدین. و حالا دورتموند که بلینگام رو از دست داده بود، بعد با کوپنهاگن بازی میکرد. تا اونجایی که من متوجه شدم دورتموند کسی رو به جای بلینگام نخرید و ترکیبش دقیقاً همونه، فقط بلینگام رفته بیرون. دیگه اینجا دورتموند باید ببره. 3-1 میزنن با گل رینا هالر و مالن. حالا بازی حساس میلان و چلسی. میلانی که زلاتان رو از دست داده بود، جیرو رو تو میذاره و پولشیشو به جای براهیم دیاز تو میاره. از اون طرف چلسی میسون ماونت و کای هاورتس رو از دست داده، اما انکوکو رو خریده. من میگم چلسی میبره. 1-1 اینجوری بخواد پیش بره، من فکر کنم فرانکفورت قهرمان میشه. چمپیونز لیگی که مسی و رونالدو توش نباشن به چه درد میخوره. و اما بازی بعدی بنفیکا که دیماریا رو گرفته بود، بعد اولین بازیشو انجام میداد. دوستان عزیز، اسم تیم حریف رو نمیدونم، اسم تیم حریف رو نمیدونم، دارم میگم اولین بازیشو انجام میداد که دارم اعتراف میکنم خودم نمیدونم اسمشو. پس دیماریا رو به جای پشت مهاجم اضافه میکنیم. الان میزنه اون 3-1 اینا رو میزنه. خدای نگاه کن 3-1 اینا بردن. بارکلا آقای بهبه گل زدن. بله بارکلا بارکلا بارکلا. و اما پاریس سن ژرمن باید بدون لیونل مسی با یوونتوسی بازی میکرد که لوکاکو رو گرفته، اما از این سمت هرناندز به پاریس سن ژرمن اضافه شده بود به همراه میلان اشکرینیار. ببین یوونتوس 2-1 میزنه. 1-1 امباپه و لوکاکو برای هر دو تیم گل به ثمر رسوندن. و اما منسیتی بدون گوندوگان باید جلوی سویا بازی میکرد، اما کوواچیچ و گواردیول به این تیم پیوسته بودن که دوتاشون هم تعویضی وایستادن. سه دو باختش. البته از اونجایی که تاریخ نشون داده هر تیمی که قهرمان شده سال بعدش ضعیف‌ترین حالت خودش نشون داده، دقیقا مثل جام جهانی. طبیعیه پس. و اما عشق همه رئال مادرید مقابل لایپزیگ قرار میگرفت که جود بلینگامو گرفته بود، پس برای همین به جای والورده وارد زمین میشه. اما تنها مشکل رئال مادرید تمام کنندگی بود که مهاجم نوکی نداشت. تو لایپزیگ تغییر ایجاد نشده. رئال 2-1 میوازه با تک گل رودریگو. اما خدا رو چه دیدی، شاید الانی که ما داریم این ویدیو رو میبینیم امباپه رفته باشه رئال مادرید. نمیدونم. تا
تا اینجا این کار وضعیت گروه بندی اینطوری بود و بارسلونا، تاتنهام، میلان، رئال مادرید، من سیتی و پاریس سن ژرمن در حال حذف شدن بودن. پاریس سن ژرمن 4-1 برد و متاسفانه امبابه واسهشون هیچ گلی نزده. شاید میخواد بره رئال. چلسی 1 امتیازه باید با سالزبورگ بازی میکرد. چلسی همراه با انکوکو. باز هم 0-0. چلسی داره چیکار میکنه؟ اول و دوم گروه جی یعنی بورسیا دورتموند همراه با سویا به جنگ هم میپردازند و دورتموند 3-1 میبره بدون ولینگام با دو گل هالر و روکس و منسیتی که هیچ امتیازی نداشت با کوپنهاگن 3-1 میبره با گل هالند، دیبروینه و فودن و میلان 1 امتیازی با دینامو زاگرب 3 امتیاز صدر جدول. دینامو زاگرب، سالزبورگ، میلان، چلسی پایین تر از اونن. دینامو زاگرب 2-1 سالزبورگ رو برده. شاید میلان بدون زلاتان قدرت خودش رو از دست داده بود. اوه، دوباره بردش دینامو زاگرب. این نشون میده میلان باید به دنبال تمام کننده جوان باشه. شاختار، آربی لایپزیگ. لایپزیگ با دو گل ورنر و فورتبرگ شاختار رو میبره. رئال مادرید که هیچ امتیازی نداشت بعد با سلتیکی بازی میکرد که مساوی گرفته بود. من میگم وای خدا کنه رئال ببره. چهار مردا میبره با هتریک وینیسیوس و تک گل بلینگام. همه تیمای بزرگ دارن کم امتیاز میگیرن. یوونتوس اینجا 1، بنفیکا 3. بازی رو رد کردیم و باز هم یک کیک میکنه برای یوونتوس لوکاکو و برای بنفیکا ژاماری گل به ثمر میرسونن. این نشون میده لوکاکو جای درستی اومده. حالا قهرمان سری آ باید با لیورپول بازی میکرد. آقا خیلی بی منطقه خدایی. کولیبالی نیست دفاعشون 76 یکی چینا رو بردش به گل اوسیمن. چیکار داره میکنه واسه لیورپول؟ تاتنهامی که با هرکین و سون کاری نتونسته بود بکنه بعد مقابل اسپورتینگ قرار میگرفت. برکلا سون همراه با دو گل هرکین بازیو میبرین. و حالا تارمی مقابل کلوب بروخه. باش. مهدی تارمی گل زد ولی بازی 1-1 شد. سردار آسپو مقابل اتلتیکو مادرید 3-1 اتلتیکو میبره با گل خیمنز، دی پاول و موراتا. حالا بارسلونا باید برای حذف شدن با اینتر بازی میکرد اما متاسفانه اینتر چالهان اوغلو رو به خاطر کارت قرمز از دست داد. بازم مساوی میکنه و لواندوفسکی برای بارسا و توران برای اینتر گل زدن. مثل اینکه بارسلونا هنوز به نسخه قبلش برنگشته. و اما میریم سراغ بایر مونیخ. بایرن داداش نزنه 2-1 میزنه با دو گل مولر. رئال مادرید شاختار با دو گل رودریگو و کتونی کروس. رئال مادرید 3-1 میبره. دورتموند 6 امتیازی بعد با منسیتی 3 امتیازی بازی میکنه. دورتموند صدر جدوله. برکلا بدون بلینگام و باز هم منسیتی میبازه. دورتموند با نتیجه 3-1 با گلزنی هالر و دوستان بازی رو میبره. ببین من نمیدونم چی بگم. اگر این بازی دینامو زاگرب چلسی رو ببره یعنی نمیدونم. بونی کلا با گلزنی انکوکو 2-1 چلسی میبره. دینامو زاگرب 6 امتیازیو. بنفیکا با پاریس سن ژرمن که دوتاشون صدر جدولن باید با هم میجنگیدن. بازم مختید با این دفاع. بازم مختید از بنفیکا. هر دو گل ژاماری با ثمر میرسونه. این بابا هیچ کاری نمیکنه عملا. و باز دوباره ناپولی بدون کولیبالی مقابل آجاکس قرار میگرفت که سوم جدول بود. میزنه میزنه به خدا ناپولی میزنه. بونی کلا. اما اون طرف بعد دو تا نماینده ایرانی یعنی تارمی و ازمون مقابل هم بازی میکردن. 1-1 میشه. کاملا منطقی بود. بورسو رفت صدر. با گیرمونی خون اینتر دوم سوم اینجا مشخص میشه دوم کی میمونه. 2-1 اینتر میبره با گل دمیرال و تورام تازه وارد. خودت نگاه کن کی صدره. تاتنهام به خدا باید بزنه. خاک خاک. بازی برگشت پورتو لورکوزن. پورتو در آستانه حذف شدن بود. یا آزمون میرفت بالا یا مهدی تارمی. اما این بار سردار آزمون برنده دیدار دو تا ایرانی بود. اما بعد توی گروه سی اینتر در مقابل بایر مونیخ قرار میگرفت که در آستانه حذف شدن بود. چک میشه بازی. میخیتاریان و مرتضی برای بایرن مونیخ گل زدن. حالا تاتنهام یک امید برای رفتن به مرحله بعدی داشت. اونم بردن المپیک مارسی بود. باز هم یک میکنه. نمیخواد اینا برن بالا آقا. حالا پاریس سن ژرمن دوم جدولی باید مقابل صدر گروه بازی میکرد. 1-1 بابا اون ژاماریو کیه هی داره گل میزنه اونور. امباپه بالاخره یه گل زن. دقیقه 1. برکلا. و اما بازی برگشت من سیتی و دورتموند صدر جدولی. اگه من سیتی بازی رو ببازه از رقابت های چمپیونز لیگ کنار گذاشته میشه. اما گاردیولا برمیگرده و فودن همراه با گیرلیش نجاتش میدن. اما از تو سریم بازی یوونتوس دوم جدولی با پاریس سن ژرمن سوم جدولی. اگه پاریس ببازه احتمال رفتنش به مرحله بعدی خیلی کم میشه. اما هر دوشون مساوی کردن و باز هم امباپه گلی به ثمر نرسوند. و اما بازی اساس میلان چلسی. اگر میلان این بازی رو ببازه با 4 امتیازی که داره و آخره کلا خدافظ دیگه.
چهار هیچ میبره با گلای لیاو، ژیرو، پولشیچ و پوبگا. حالا میسیم سراغ بازی رئال مادرید که باید با صدر گروه بازی میکرد. بون کلا رئال مادرید با دو گل وینیسیوس و تک گل رودریگو 3-1 میبره. من سیتی شانس اینو داشت که دوباره امیدوار بشه، اما بعد سویا رو میبرد. باخت، کارنچ تمومه. اما اگر بارسلونا این بازی رو ببازه به احتمال بسیار زیاد درصد سودش پایین میاد. واش باز هم بارسلونا نتونست بایرن رو ببره و با دو گل مولر و موسیالا بایر مونیخ بارسلونا رو میبره. تاتنهام باید تنها شانس خودش رو امتحان میکرد و اون چیزی نبود جز بردن فرانکفورت. بازم این یک سون گل رو زد. خب هر کی داره چه غلطی میکنه؟ پس حالا ناپولی صدر جدولی که همه رو برده باید با لیورپول بازی کنه که دوم جدوله. اما لیورپول الکساندر آرنولدو به خاطر مصدومیت از دست داده بود. بازم زورشون به ناپولی نمیرسه و 3-1 ما هتریک خررم همون میبره. تا اینجای کار ناپولی تنها تیمی بوده که تونسته همه رو ببره رفت و برگشت. 18 امتیاز. و اما سردار آزمون باید دو اتلتیکو مادرید که صدر گروه بود بازی میکرد. اتلتیکو با 3 گله دی پاول گریزمن و دوستان بایر رو شکست داد. و باز هم بارسلونا داشت حذف میشد و تنها امیدش بردن اینتر صدر جدولی بود. اما اینتر بارلا رو به خاطر کارت قرمز از دست داده بود. وای احتمال بسیار زیاد بارسلونا حذف شد با این. تورام، میخیتاریان و گوزنز برای اینتر گل زدن و لواندوفسکی پنالتی رو خراب کرد. باز دوباره اگر آرسنال می‌خواست مرحله بعدی بره حتما بعد اسپورتینگ رو می‌برد. خدا میرینه. خاک شو سرتون بابا. بکشین پایینون دینامو زاگرهبو. میلان همراه با پولیشیچ باید برای رفتن به مرحله بعدی میجنگید. باریکلا میلان میاد دوم. گواردیولا یک شانس داشت، اونم بردن کوپنهاگن بود با تفاضل گل بالا که همین کارو انجام میدم با تفاضل گل پایین. تنها امید برای سود یوونتوس بردن بنفیکا بود تا به دوم جدول برسه و همین کارو میکنه. کیزا و لوکاتلی دو تا گل میزنن، دونیچ میبره بنفیکای صدر جدولیو. و اما مرحله حذفی، مهدی تارمی حذف شد، بارسلونا حذف شد، تاتنهام، سالزبورگ، من سیتی و پاریس سن ژرمن، چلسی با اینتر، لایپزیگ، ناپولی، بایر مونیخ، میلان، یوونتوس، سویا و اون طرف لورکوزن، بنفیکا، لیورپول، اتلتیکو، دورتموند، مارسی و اسپورتینگ و رئال مادرید. در اولین بازی چلسی مقابل اینتر قرار میگیره. تورام و مخیتاریان دو هیچ چلسی رو میزنن. لایپزیگ، ناپولی که همه رو برده بود. ببین ناپولی میزنه میترکونه. وای ناپولی دودو کرد. حالا بایر مونیخ و میلان یکی میشه اینجا به گل گنبری و ژیرو. یوونتوس و سویا. نظرم طبیعیه که سویا ببره اینجا. گفتم به طبیعیه، گفتم میدونم چه این بازی کنه. بعد حسش شما قوی باشه اینجا من میگم بنفیکا میزنه. ببین میزنه بنفیکا، بنفیکا میزنه. گفتم به بنفیکا میزنه یا نه؟ اما باز دوباره سردار آزمون گل به ثمر نرسون. و سخت‌ترین بازی لیورپول اتلتیکو مادرید. 2-1 میبره لیورپول. دورتموند المپیک مارسی. ببین دورتموند میزنه میترکونه. 3-1 میزنه. ولی کلا حالا اسپورتینگ و رئال مادرید. ولی سری بلینگام تو نیست. 2-1 میبره رئال مادرید با گلای ماریانو و رودریگوی دلها. دونه دونه از بازی های برگشت رو رد کردیم تا حریف های مرحله 1/4 نهایی مشخص بشه. مرحله 1/8 اینتر ناپولی، بنفیکا، میلان، لیورپول، سوی ایری برال اومد بالا. زدی 3-2 بعد مرحله بعدی میره رئال اومده بالا. حالا ناپولی که از هیچ عهد و ناسی نباخته باید جلوی اینتر بازی کنه. او 1-1 بازی بعدی میلان بنفیکا. 100% بنفیکا میزنه. ببین میزنه بنفیکا میزنه. دودو، ژیرو، لیاو، اون طرف موراتو و دیماریا. لیورپول سویا. یه حسی به هم میگه اینجا لیورپول حس میشه. یه حس ناخودآگاهی داره به هم میگه که مساوی. و حالا بازی آخر دورتموند و رئال مادرید، حساس ترین بازی. آقا این چقدر شبیه این آشپز از ترکیه یه نیست خدایی. بار کلا سمردو. بله همونجوری که مشاهده میکنید ناپولی به مرحله بعدی میره. اینتر حس شد، بنفیکا حس شد و میلان رفت بالا. توی ضربات پنالتی لیورپول 5-4 بود، پس رفت بالا و سویا حس شد و پایین. 2-0 رئال برد، نمیدونم چه جوری ولی بردش دیگه. در مجموع 5-2 دورتموند شکست داد بدون فوروارد. نیمه نهایی رقابت ها لیورپول میلان رئال مادرید و ناپولی خیلی سخته. شاید رئال اینجا ببازه چون ناپولی به هیچ وجه تا الان نباخته. بازی اول باید میلان مقابل لیورپول قرار میگرفت. وای دویک چطوری باختین شما؟ مکالیستر گل زد برو کلا. حالا ناپولی و رئال مادرید حساس ترین بازی. اما این سری باز دوباره بلینگام تو نیست و والورده جاشو گرفته. آیا ناپولی بالاخره میبازه از یه تیم؟ نه. بازی برگشت رئال مادرید ناپولی. اما این سری ترجیح داده بود تا بلینگام تو باشه. وای بازی برگشت لیورپول میلان. نگو میلان میخواد به فینال برسه قهرمان شه.
چهار دو چه کامبکی زد پول لیورپول. رابرتسون و تیاگو هم گل زدن بارکلا. بله حالا فینال رقابت ها، لیورپول ناپولی که به هیچ احد و ناسی تا الان نباخته. آجی ببین ناپولی بدون هیچ باختی قهرمان چمپیونز لیگ به چه تاریخ سازی کرده تو الان؟ یا حضرت عباس یا عبدالفخر، تو رو خدا ناپولی قهرمان شه. بازی دو دو شد اما توی ضربات پنالتی با خراب کردن پنالتی توسط زیلینسکی کار ناپولی تموم شد و لیورپول قهرمان فیفا 24 در چمپیونز لیگ میشه. خدا وکیلی که حدسشو زده بود، امیدوارم که اینجور لذت برده باشین. خودم از این خوشحالم که فهمیدم لیورپول با این صحنه زیبا قهرمان شده و صلاح تونسته به یه نحو انتقامشو از همه تیم ها بگیره. با اینکه خودم رالی ام ولی خوشحالم که بالاخره این بشر تونست. حالا خلاصه ممنون تا آخر ویدیو نگاه کردید. خدا نگهدار. We'll be right back.